برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینا، سعید بهبانی هستم. در این روز سه‌شنبه 16 شهریور و هفتم ماه سپتامبر، به حال آخرین تعطیلات تابستان رو در آمریکا پشت سر گذاشتیم. دیروز که اولین دوشنبه ماه سپتامبر بود، در آمریکا به عنوان روز کارگر شناخته میشه، علی‌رغم اینکه میدونیم خیزش کارگران در آمریکا و گشتاری که صورت گرفت، اعتراضات اونها باعث شد که در بخش چپ آن زمان و عصر استالین در حقیقت روز اول ماه می رو به عنوان روز جهانی کارگر اعلام کنه. ولی آمریکا در پی تحولاتی که اتفاق افتاد و غیر و ذالک، تصمیم گرفتن که اصلا این رو ماجرا رو تغییر بدن. بنابراین علی‌رغم این که همه دنیا دوشنبه انگلیسا اولین دوشنبه ماه می رو روز کارگر میدونن، ولی بقیه جهان میدی، روز اول ماه می رو به عنوان روز کارگر معرفی میکنند و پاس میدارن. اما همطور که میدونی آمریکایی‌ها گفتن آقا این رو بندازیم مثلا به سپتامبر و تبدیلش کنیم به یه تعطیلات تابستانی. و چیزی که راجبش حرف زده نمیشه، وضعیت کارگران، این بخش در حقیقت تولید که همه جهان نیازمنده به نیروی اونهاست، توان اونهاست، اندیشه، کار، هرچی که هست، کارگر. به حال دیروز رو آمریکا به عنوان آخرین تعطیلات تابستان، مردم به دشت و دمن میرن، شاید بچه ها رو آخرین فرصتی باشه که بتونی به کنار دریا ببری. ولی خب طوفان در شرق آمریکا یه ذره شرایط رو سخت کرده، گرما هم در این مناطق بیداد میکنه و آتش سوزی هایی که اخبارش رو دنبال میکنه. اما بذارید با همه این اوصاف و باز به مناسبت روز کارگر یه تبریکی بگیم به همه کارگران جهان در هر فرصتی، و بریم خدمت آقای سلیمی نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این بزرگوار و تشکر کنیم از مهرش و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدهد. آقا سلام میکنم به شما. سلام به شما جناب آقای بهبانی عزیز. ممنون. درود و سلام دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند شما. امیدوارم که امروز هم یک صحبتی خوب داشته باشیم به این تلویزیون شما، با زحمات شما که با همه مشکلات و مسائلی که هست، با من تلویزیون میهن، سایت و تلویزیون میهن اخبار و مسائل رو دنبال کردید و همچنان پایورانه و پایدارانه در این راه هستید. به نوبه خودم سپاسگزارم. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم، با این توضیح که در هفته که گذشت و در یکی دو هفته دیگری که باز هم از این شهری بر ماه مانده، بسیاری از شهرها، کشورها حرکتهایی برای این جنبش دادخواهانه که از آغاز همون زمان پایگذاری این رژیم اهریمنی منحوس روی کار آمد، این جنبش به همون میزان سابقه داره و پس از سال 67 با اون کشتار بزرگ
که در این 33 سال در واقع ما پس از اون کشتار شاهد جنایت‌های بیشتری هم باز بودیم، هر سال در شهریور ماه این حرکات، این گردهمایی ها، این تظاهرات ها برگزار شده. ما در شهر کل، در ماینز، فرانکفورت نزدیک آلمان، فرانکفورت آلمان و در پاریس و شهرهای دیگر شما در خبر جریان هستید، در هامبورگ، برلین حرکت های زیادی بوده و امیدواریم که در این دو هفته آینده هم این جنبش دادخواهانه که هدفش در واقع به زیر کشیدن این نظام اهریمنی است، در پایان این جنبش هرچه وسیع‌تر و نیرومندتر پیش بره. همینطور یه نکته‌ای به عرضت برسونم با اونی که دیروز با آقای بیژن خلیلی مدیر و مؤسس شرکت کتاب صحبت میکردم، ضمن ابراز نگرانی از این شرایطی که در دادگاه امیر نوری هست و خباست ها و خیانت هایی که این فرقه ساب مرده داره انجام میده در جهت لوس کردن پرونده به نفع نظام نکبت، اشاره کرد به این که شرکت کتاب که هر سال یه تقویمی رو در حقیقت تولید میکنه و در اختیار عموم قرار میده و این تقویم با همه تقویم ها فرق میکنه، برای اینکه نکاتی رو که تو این تقویم برجسته میکنه نکاتیست که کمتر بهش توجه میشه. ایشون دیروز به من گفتش که روز 10 آگست رو ما به عنوان روز جنبش دادخواهی ثبتش کردیم و این رو به ثبت رسوندیم که 10 آگست نامگذاری بشه به نام جنبش دادخواهی. گفتم خب آره، خیلی بهتر از اینه که 6 دفعه تولد امام رضا و نمیدونم فاطمه رو می نویسن، در حالی که هیچ کدومش هم واقعیت نداره و هیچ کس واقعا نمیدونه اینا کجا، کی، چجوری متولد شدن، مثلا موضوع مردم نبوده، اینا ساخته و پرداخته ذهنیمش همین طالبانه دیگه، بهترین مدلش که امروز همه دنیا باش آشناست همین طالبانیست که داریم میبینیم. و خمینی در حقیقت پدر همین داعش و طالبان است. بنابراین این نکته خوبی بود که آقای خلیلی دیروز اعلام کرد به من، یعنی به من گفتن که تلاش کردن که در تقویم این رو به عنوان 10 آگست رو به عنوان روز جنبش عدالت‌خواهی ثبت بکنه، که از این بابت باید ازش تشکر کرد. اما بریم سراغ وضعیت اسفبار مردم. ما مدتی است که به علت همین دادگاه و مسائل از این موضوعات دور شدیم و دوستان زیاد میپرسن که پس چی شد این بحثا. خب رئیسی قاتل به همراه اربابش خامنه ای یک مجلس یه دست، یه حکومت یه دست، یه دولت یه دست رو درست کردن و همطور که همه اذعان دارن بی سوادترین دولت تاریخ جهان است، نه تاریخ ایران، بی سوادترین دولت تاریخ جهان است. و این تیم اقتصادش که مشاور اولش رو محسن رضایی اعلام کرده و حکم کردن به روزنامه ها که در مقابل اسم محسن رضایی همواره باید کلمه دکتر اضافه شده باشه، در غیر این صورت اون روزنامه و نشریه و رسانه به محاق توقیف خواهد رفت. و اونم اون طرح کذا رو داشت که ما 1000 تا آمریکایی رو میگیریم، درخواست چند میلیارد برای هر کدومشون میکنیم، ضرب در 1000 بکن، ببین چه اقتصاد شکوفایی خواهیم داشت. و الانم بحث بر سر عد کردن یارانه هاست. چیه آقای سلیمی؟ این تیم اقتصاد کیان؟ چیان؟ چه کار میکنن؟ تواناییشون چیه؟
با توجه به اینکه تحریما همچنان وجود داره، آمریکاییام راجع به مسئله برجام میگن تا اینها آماده نباشن ما هیچ کاری رو انجام نمیدیم. میشنویم فرمایش شما رو. خب در مورد تیم با همه مشکلاتی که در این 3-4 هفته اخیر بود، من چه در اونجایی که در خدمت شما بودیم با هم دیگر در سوئد بودیم، من اونجا گزارشی بسیار فشرده از تیم اقتصادی اینها که حتی بعد 1-2 نفر رو خودشون عوض کردن، مثلا علی صالح آبادی رو که خواستن تا پای تصمیم رفته بودن به عنوان رئیس بانک مرکزی بذارن که اون رو در نهایت نیاوردن و اکبر کمیجانی رو آوردن. تیم رو، اعضای این تیم رو توضیح دادیم، سابقه اینها رو گفتیم، اینکه سازمان برنامه بودجه رو کی داره، وزیر اقتصادشون خاندوزی کی بوده کی هست، یا اینکه مسعود میرکاظمی چه خرابکاری هایی در این 15-20 سال اخیر کرده، چه ضرباتی زده رو در جلسات پیشین، در صحبت های پیشین توضیحاتی راجع به این شخصیت ها و اینکه به فرمایش دوستان گفته بودید 20 سالاری واژه خوبیه، اینکه واقعا اینا کارشون از 20 سالاری هم بیشتره. یه دوستی حرف جالبی میزد، اینها در واقع همون حماقت مدون هستن های بهوانی، اینا همون، اینا بالاتر از، کاش که کسی فقط 20 سالار بود، اینها در واقع حماقت اینها قابل اندازه‌گیری نیست و ما امشب هم به بخشی از این حماقت هاشون خواهیم پرداخت که مسئله شون به هر حال چگونه است. و یک تیمی هم یکی رو از همپالیکه هاشون رو اضافه کردن به خودشون، فردی به نام فرهاد رهبر که او رئیس سازمان مدیریته، چون در زمان احمدی نژاد برنامه بودجه رو حذف کرده بودن، یک چیزی به نام مدیریت و برنامه ریزی داشتن که فرهاد رهبر که مدت ها یک دوره ای هم با ولایتی درگیر شده بود روی دانشگاه آزاد و مدتی مسئولیت های وزارت و سرپرست و اینها در کادر احمدی نژاد داشت، از اونجا هم دوباره اینا پروندن آوردن، دستیار اقتصادی اول رئیس جمهور خودشون کردن. برخلاف اینکه اینها بگونه ای وانمود میکنن که یک دست هستن، اینها یک دست نیستن، از هر جایی یک جناحی یک نفر از خودش رو گذاشته. یعنی در واقع این ترکیب اینها اگرچه تقریبا همه مثل هم به نظر میان، ولی هر کدومشون نماینده یه جناح از این دزدانی هستن که این به هر حال این خان اقمایی رو که یه مقداری دیگه ازش مونده رو تقسیم کردن. یعنی جناح ها مأمور در این تیم اقتصادی دارن از نظر خودشون. اما در مورد مسائل که باز هم به این تیم خواهیم پرداخت جناب آقای بهبانی عزیز، ببینید طبق گزارش صندوق بین المللی و بانک جهانی و مراجع بین المللی اقتصاد، ما اقتصاد ایران رو، تولید ناخالص داخلی رو 192 میلیارد برآورد کردند. فراموش نکنیم این رقم تا 3 سال پیش 450 میلیارد دلار گزارش میشد. یعنی تولید ناخالص داخلی رو 450 میلیارد دلار سالها گزارش کردن و بعد بین این بازی برابری نرخ ارز که نرخ ارز رو پایین نگه می داشتند، مثلا به فرض 3,500 تومان گزارش می کردند، این رقم رو اول بر اساس پول تومان محاسبه می کردند، پول ملی محاسبه می کردند، بعد این رو تقسیم به یک رقم کوچک می کردن، نه رقم 8,000 تومان، نه رقم 12,000 تومان، بعد به یک عدد بالای غربی و فرنگی می رسیدند، یعنی به دلار می رسیدند، که مثلا حتی رفته بودن گفته بودن که از 400 که خامنه‌ای هم بهشون گفته بودن که آقا ما در شرایط کرونا و بحران و کی و چی، همین پارسال خود خامنه‌ای اومده بود گفته بود که ما تولید ناخالص داخلی ما در شرایطی که همه دچار رکود و تورم اینها هستند، گفته بود که ما رشد داریم و اون موقع گزارش داده بودن بهش که شده 510 میلیارد دلار، در حالی که همین بازی برابری نرخ ارز رو دستکاری کرده بودن، مانیپولاسیون صورت گرفته بود و این رقم رو برده بودن بالا. الان بانک جهانی، من در همون موقع به عرض به سم شنوندگانمون رسوندم که این رقم دروغه، چون این برابری نرخ ارز رو درش
دستکاری کردن و این کار رو دارن میکنن. شنوندگان و بینندگانی که بحثا رو دنبال میکنن قطعا میدونن که من در اون موقع گفتم که این یک گزارش کاملا مخدوش و دروغ و فریبکاری است که اون حسن کلیدساز تبهکار این گزارش رو همراه با دشپسند، فرهاد دشپسند داده بودن. اما الان گزارش میکنن که منابع بین‌المللی، مراجع بین‌المللی صحبت از 192 میلیارد دلار میکنن. اهمیت این چیه و چه مقایسه تطبیقی میشه کرد؟ ببینید شنوندگان و بینندگان ارجمند، این برابر با ایران 85 میلیونی که ما به فرض همون 450 میلیارد رو داشتیم، در رقم 18 بودیم، به رقم 50 دنیا، کشوری که 85 میلیون جمعیت داره، در عرض این 3 سال اخیر یک بار سقوط میکنیم به رقم 50 در از لحاظ GDP، یعنی تولید ناخالص داخلی. تولید ناخالص داخلی مجموعه اون چه که در تولید، در خدمات، در به هر حال در قسمت‌های گوناگون کشور، در بخش‌های گوناگون تولید میشه و ارزیابی و سنجیده میشه و میزان اون برآورد میشه، به اضافه تبادلات خارجی ما و حجم مبادله خارجی، اون چیزی که ما به دنیا عرضه میکنیم رو اینا میگن تولید ناخالص داخلی. خب ما میبینیم که بخش بزرگی از واردات صادرات ما به کشورهای دیگر سقوط کرده. این خودش یک ضربه بزرگی بود، از اون به هر حال فولاد ما، از اون نفت ما که ضربه بزرگی، کاهشی که در درآمدهایی که امشب گزارش میکنم که چقدر تخمین زده شده که در این 3 سال چه ضرر بزرگی، چه زیان بزرگی به کشور وارد شد. اما این 192 میلیارد دلار جناب بهبانی، یک دوم سهم تولید ناخالص داخلی امارات کوچیکه، این کشور کوچیکه امارات، و یک چهارم ترکیه است. شما در نظر بگیرید تولید ما که ما سالیان طولانی در گذشته جلوتر از ترکیه بودیم، حالا به هر حال ترکیه اومد جلو و تا 3 سال پیش هم ما در رتبه 18 بودیم، ما یک بار حدوداً به 1/3 سقوط کردیم. اگرچه این رقمی که الان باز بانک جهانی داره میگه، صندوق بین المللی داره میگه، باز هم برآورد نادقیقی هست، یعنی این بار دیگه اینو زیادی پایین گزارش کردند. باید یه چیزی بین همین 192 میلیارد و یک رقم دیگری باشه که باید روش کار کرد، که چون این محاسبات همواره دچار یک نوساناتی هست. اما به هر حال ما یک سقوط بزرگی داریم. اگه خاطرتون باشه باز هم در اون 2 سال 98 و 99 رو ادهی می اومدن می گفتن که اقتصاد ایران فقط 15% کوچیک شده، در حالی که در همون موقع منابع از امریکایی ها صحبت از این می کردن که بیش از 1/4 اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده، یعنی 25% این تولید ناخالص داخلی رو کاهش میزان گزارش می کردن. در هر صورت اون چه که امروز هست یک حداقل 30% کاهش رو قطعی است و این کاهش 30% در تولید ناخالص داخلی رقم فاجعه باری هست، که همون عرضی بود که من داشتم که اقتصاد ایران کاملا فروپاشیده است. چون یک اقتصادی در عرض 3 سال، 2.5 سال، 2.9 ماه، 3 سال این کاهش رو داشته باشه، خب اون اقتصاد در واقع دیگه باید گفت که واقعا اقتصاد نیست، همون چیزی بود که اینها بهش نسبت میدادن از اون آغاز. بنابراین این رقم یک رقم فاجعه باری هست. اما در این شرایطی که اقتصاد اینطوره و این تیم اقتصادی ناو که اهلیت ندارن، دانش ندارن، تجربه ندارن، که هیچ خرابکاری های بزرگی مثل مسعود میرکاظمی، مثل همین دکتر محسن رضایی، که این که به هر حال ما دیدیم که این چه جهالتهایی داشته، همون حماقت مدون که عرض کردم، و اینها در واقع تبهکاران و جنایتکارانی رو آوردن به اسم افراد اقتصاد، چون اقتصاد اصلا باید هر چه بیشتر از عواطف و احساسات و درگیری ها و دعواها و اینها دور بمونه
حتی دو آدمی که در میدان سیاست با هم دیگر شدیدترین جدال ها رو دارند، وقتی که میخوان بیان روی مسائل اقتصادی با هم حرف بزنن، یا اینقدر به هر حال توانایی دارن، قدرت دارن، بینش و دانش و صبر دارن که با هم دیگر روی مسائل اقتصادی یا نمایندگان اونها اگر از دو جناح به فرض کشورهای اروپایی هستند، در همینجا CDU و CSU یا SPD که احزاب گوناگون آلمان هستند، وقتی که میخوان بیان توی بحث‌های اقتصادی مشاورانی رو انتخاب میکنن که اینا بتونن با مغز سرد در واقع منافع مالیاتی، صندوق‌های بازنشستگی، بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد، مسائل مربوط به دولت، احیاناً سوبسیدهایی که کشاورزان در سال دارن، فاجعه هایی که وجود میاد چگونه باید هدایت بشه، رفورم هایی که در اقتصاد وجود میاد رو سردترین و بعدش هم با یک مشورت های بزرگ با مراجع اکادمیک پیش میبرند که هر ارگان اقتصادی از بانک مرکزیشون، از برنامه بودجهشون، از وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی و وزارت هایی که به طور مشخص در ارتباط هستند، اینها باید با نهایت مغز سرد با همدیگر بشینن و برنامه‌ریزی بکنن. اونجا جای درگیری ها نیست، اونجا جای توافق ها و جای چونه زدن هاست. هرچه پولیتیک خودش با یک نوعی از در واقع اون حرکت و نمیدونم به هر حال هیجانات رو به روح هست، امر اقتصاد باید با یک آرامشی و صبر و متانتی پیش بره. اما اونچه که در این تیم اقتصادی ما نیست، همینه که عرض کردم، جز درگیری، جز دزدی، جز اختلاس، جز این که همدیگر رو زیر پای همدیگر رو خالی بکنن، هیچی دیگری وجود نداره. در یک چنین شرایطی یک گپ تلویزیونی داشته، اسمش رو گذاشتن گپ تلویزیونی نه وعده‌ای آقای بهبهانی، نه وعده‌ای رئیسی، رئیس جمهور قاتل کشور. اجازه میخوام که این رو بگم، بعد اگر پرسشی جناب‌عالی دارید بعدن صحبت صورت بگیره. موافق هستید قربان جناب آقای مهربانی؟ صدایتون بسته است. من صداتون رو شما صدای من ندارین الان؟ الان دارم. بله بله، عرض کردم بفهمید. من این رو پس اشاره کنم. ببینید، رئیسی در گزارشی که داشته گپ تلویزیونی نه وعده‌ای میگه که ما هرچه سریعتر مبارزه با فساد رو به شکل مدون انتشار خواهیم داد. اون چه که تا الان کردیم، اون چه که از این به بعد خواهیم کرد، انتشار امر مبارزه با فساد برای آگاهی مردم. دوباره همین رو به گونه دیگر میگه، میگه که ارائه گزارشات مصوبات اقتصادی ما با مردم، دو. سوم میگه که مشورت با بازارها. بازارها احتمالاً همون اتاقهای بازرگانی هست و من فکر نکنم، چون ما که در اتحادیه های دیگری که نداریم، که ما اتحادیه کارگری نداریم که روی مسائل دستمزد کسی محالش نمی کنه. این اتاقهای کار و غیر و غیر که طرحهای این اتحادیه هایی که به هر حال دارن، بسیاری از اینا اصلا دفاکتو قابل به رسمیت شناخته نشدن. بنابراین بازارها منظورشون همینه که اونایی رو که شلاق زدن، تعذیر کردند، مثلا به فرض بیان مثلا با اونا بشینن، یا آقای زیدآبادی رو صدا کنه. اخیرا به چند نفر تلفن کرده بود، و یا دو تا مامور اتاق اون حریری و اینهایی که اتاق بازرگانی چین و اینا هستن که اونا جز مفاسد خودشون هستند. میگه که سه، مشورت با اون بازارها. چهار، در میان گذاشتن تصمیمات با مردم. پس این چهارتا همه یکی، هیچی نیستن این چهارتا. همه مثل شما آدامس رو میخوری، هیچ سیرم نمیشی. حرف جالبی همیشه شما میگید. بعد میگه که محور پنجم، دعوت از سرمایه گذاران و کارآفرینان خارج کشور. خب این رو بارها ما صحبت کردیم، امشب هم بهش کوتاه میپردازم. شیش، میگه که نداشتن مشکلهای در تامین کالاهای اساسی. یعنی میگه که ما همچنان اون ارز 4200 تومانی رو به کالاهای اساسی میدیم. میدونیم که بسیاری از اقلام اساسی رو اینا از رقم خارج کردن، روغن رو خارج کردن،
خیلی از ماهیتاج دامی رو خارج کردن در این مدت، فقط الان روی یک سری از این چیزها غند و شکر و سوبسیدهایی در یک برحال کالاهای اساسی رو هی لاغرتر و این پاکتش رو این مجموعه و بستش رو کوچیکش کردن و میگه که ما در محور ششم همچنان تأمین کالاهای اساسی کشوری که این همه منابع و پول و امکانات و نفت و غیر ذالک داره به مردم میگه که ما این نان و این چیزای حداقل به شما خواهیم داد که اونم میدونیم که نمیدن، مردم گرسنند، آب مردم ندارن. هفتم میگه بازسازی بافتهای فرسوده. بافتهای فرسوده اگر منظورش از انفراستراکتور زیر ساختهای اجتماعی باشن که ما میدونیم سرنوشت عمران چگونه بود، هزینه‌های عمرانی، بودجه عمرانی، کدوم بافت فرسوده رو اینا درست میتونن بکنن و کردن. و هشتم میگه که تهیه سالانه 1,000,000 مسکن. خب اینو اون وزیر مسکنش، شهرسازی و مسکنش که اون قلدره که الان اونو گذاشتن راه و شهرسازی و مسکن و اینا، همون رستم قاسمی که اومده بود فکر میکرد که وزیر نفته، بهش گفته بودم تو وزیر فلانی، بعد اومده بود فکر میکرد وزیر نفته، میگفت ما وزارتخانه نفت رو اینگونه پیش میبریم، هنوز بیدارش نکرده بودن که تو وزیر نفت نیستی، وزارتت عوض شده. و در محور نهم هم میگه بازگشت نتیجه گرایانه به مذاکرات برجام، که این در واقع محور نه که یک وعده توخالی است و او در موقعیتی نیست. حسین امیر عبداللهیان به دستور سدلی باید این تصمیم رو بگیره که آیا مذاکرات برجامی پیش میره یا نه. این سننه، این چی کار است؟ اصلا هیچ نقشی نداره این در تصمیم مذاکرات برجامی. و بعدش هم ما میدونیم که مذاکرات برجامی به هیچ وجه با این شرایطی که الان تیم به هر حال تیم مذاکرات آمریکا دارن میرن جلو، این مذاکره هر روز با مشکل دیگری که امیدوارم امشب بتونیم به آخرین مسائل مربوط به مذاکرات برجامی برسیم. بنابراین این نه محوری رو که عرض کردم آقای بهوانی، فعلا وعده های این آقاست که هیچ یک از این نه محور اصلا در چشمانداز نه کوتاه مدت نه میان مدت نیست و نه امکاناتی برای این کار داره، نه تیمی داره، نه افرادی داره که بتونن این به هر حال چارچوب رو به گونه ای روش کار بکنن، به توافق برسن در هیچ وزارتخونه ای، نه در سازمان برنامه بودجه، نه در وزارت اقتصاد و نه در اندام های دیگری که ارگان های دیگری که کشور باید با توافق اینا، یعنی شورای عالی اقتصاد که ما میدونیم اون تیمش رو الان با آوردن این افراد که ضدین هم دیگرن اونجا هم به هر حال نتیجه ای نخواهد داد. بسیار ممنون و متشکر از شما، سپاسگزارم. عرضم به حضور شما که تو این میانه، یعنی من دوباره از شما میپرسم، الان یه پرونده ای رو آوردن و من فکر میکنم اینها همون طرحی رو که ابتدای بعد از احمدی نژاد یعنی سال 92 دوره انتخاب اول روحانی داشتن قبل از اینکه برجام امضا بشه و تیمشون رو فرستاده بودن به عمان، اونجا الان خودشون علنا دارن میگن که آقا همه این کارا رو کرده، یه نوارم از رفسنجانی منتشر کردن که رفسنجانی در یه جمعی داره همین توضیحات میده که آقا با درایت که داشتن تیم خودشون رو قبلا فرستادن به عمان و اونجا از طریق قابوس سلطان عمان روابط برقرار شد و بعد تیم روحانی که اومد همون فرمایشات آقا رو دنبال کرد. اون موقع میدونستن که کار رو به یه نحوی جلو بردن که بالاخره به امضای برجام میرسه، ولی فعلا لنگ پولیم. تر این بود که بریم سراغ آدم های گردن کلوف یا دستگاه های گردن کلوف، مثلا همین قدس، نمیدونم امام رضا و همه اینا رو بریم ازشون پول بگیریم، یه سری از این آیت الله های گردن کلوف رو بریم ازشون پول بگیریم،
و بهشون بگیم که آقا شما فعلا پول به ما بدین، بعد که کار را افتاد ما برمیگردونیم. و اون یارو بابک زنجانی هم قول میداد که پولا رو رها کنه، و ولی تا این لحظه او هم هیچ پولی رو رها نکرد. به حال این تر انجام نشد، اونا حاضر نشدن، هیچ که حاضر نشد پولی رو بده. اون میگه پول رو بده بعد من کار را میفته، دوباره شما به دزدیتون ادامه بدین، ولی فعلا بذارید کار را بیفته. ظاهرن ولی این دوره رفتن دوباره سراغ یه سری آدم ها که در تیم روحانی بودن، مثل اون مجموعه پروفیل صفا و رستمی و اینها، و سراغ اونا رفتن و دنبال تلکه کردن یه سری آدم هستن. اون دوره وعدش این بودش که ما به برجام میرسیم، راه باز میشه و پولا رو به شما بر میگردونیم. ولی این دوره چنین چیزی رو در ناسیهش نمیبینه، تو افق چنین طرحی نیست. این ماجرای دادگاه و دادگاه پتروشیمی و رفتن به سراغ گروه رستمی و اینا چیه ماجراش؟ چی فکر میکنید راجبش؟ خب ببینید آقای بهوانی، با از دو سال پیش که تقریبا همون از زمانی که تحریم های 97 به طور جدی شروع شد، اینها میدونستند که مشکلاتی وجود میاد که منابع درآمدی نفت کاهش پیدا خواهد کرد و منابع صادرات غیر نفتی هم که ما میدونیم به شدت کاهش پیدا کرده، به یه چیزی حدود 35-37 میلیارد دلار رسیده، در حالی که قبلا بسیار بسیار بالاتر از این بود، یک رقمی تا حدود نزدیک 60 میلیارد 55 تا 60 میلیارد اینها صادرات غیر نفتی بیش از 55 داشتند. خب این کاهش ها و بعد برآورد کردند که تحریم ها مجموعاً 1000 میلیارد دلار از ضربه زده، زیان ایجاد کرده برای به کشور. یعنی 1000 میلیارد دلار، شما ببینید 7 سال دوران احمدی نژاد اینها حدودا همین 1000 خورده ای، اگر کل شما اونها رو حساب میکردید اینها ارز درآمدهای خارجی داشتن که بخش بزرگی رو همون سدلی و دوربرش و اقتصاد قاچاق زیرزمینی و اینا خوردند که بعدها فربه شده بودند، فکر میکردن که با انباشتن این پولها میتونن هر کاری که دلشون میخواد با دنیا بکنن، با منطقه بکنن، که چمدون چمدون پول میدادن. کاری که اون احمدی نژاد خائن در واقع یک تبهکاری که با اینها کرد، که بعد به هر دلیلی اومده یک جور دیگر بعدم به هر حال نقش بازی کرد، این بود که فربه کردن اینها در 8 سال باعث شده بود که یک دولت در واقع بسیار بسیار از لحاظ خودشون، این دولت پنهان و بیت خامنه ای، اونقدر قدرت داشت، اونقدر پول داشت که فکر میکرد که همه چیز زیر نگین انگشتری خودشونه، چون این پول اینها رو اصلا هارشون کرده بود. اما از به تدریج وقتی که سال 97 شروع شد، مشخص بود که بخشی از این پولها رو اینها باید به افرادی که از خودشونا دادن، مثل همین صادق لاریجانی ها، خانواده لاریجانی ها، بسیاری خانواده های دیگر، اینها این پولا رو باید آرام آرام به گونه دانگی پس بگیرن. اونا هم که خودشون نمیدادن که، از خرس که شما نمیتونی مو بکنی که، اونها رو باید میزدن. ماجراهای زیادی ایجاد کردن، اینها رو لایه به لایه زدن، یا توی دادگاه ها زدن یا در خفا زدن. و این دانگی گیری ها اینا یک زمانی حکومت روی دانگی گیری، هنوز هم همین اشارهی که جناب علی میکنید، این 6 میلیاردی که الان روی اون جنگ هست، اون 18 میلیاردی که توی خود بانک مرکزی ارز پاشی کردن سیف دستش تو اونجا هست، پرونده‌ای که در همین شهرداری تهران که نزدیکان غالیباف را حتی گرفتن انداختن، حتی گفتن این دستگاه چاپ آورده و پول چاپ میکرده. بعد دوربری هایی که شما الان اشاره کردید، زنجانی ها رو که تازه از زنجانی، که به گمان من زنجانی بعدن هم به زنگنه وزیر نفت بسیار بسیار کمک کرد که این دوران دور زدن تحریم رو به برحال حسن کلیساز کمک کرد که اون بتونه در همون شرایط از لحاظ اقتصاد نفتی دور زدن ها رو به اینا یاد داد، چون اون نقش بزرگی زنگنه بازی کرد.
قطعاً بازی که زنگنه کرد هیچگاه نمیتونست رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت بکنه، چون واقعاً کاری که اونا کردن در اون مدت تونستن این رو به گونه‌ای به هر حال گردش کنه، و این به خاطر تجربه زنگنه بود در بازارهای نفتی. اگر چه بعدن گفتن زنگنه رو باید محاکمه بکنیم، چی بکنیم، باید اعدامش بکنیم، ولی اینا همه هارت و پورت بود. خود بیت رهبری میدونست که چه نقش در واقع کثیفی از لحاظ پولشویی ها و غیر ذلک زنگنه بازی کرد. اما اون چه که در واقع در پایان این دوره بود اینه که بخش بزرگی از این هزار میلیاردی که اینا میگن به اقتصاد به تحریم ها باعث شده ضربه زد، بخش یک بخشی رو شاید مثلا به فرض حدودن یک چیزی حدود 150 میلیارد دلارش رو از جیب مردم و بورس و این و اون و اون، یعنی این ارقام رو باید یک جوری بهش رسید. به هر حال این ارقام در عرض این 3 سال از سوی کارشناسان و گوناگون صحبت شده، ممکنه که بعدا این ارقام باز هم خیلی دقیق‌تر بشه. بورس به اینها داد، اوراقی که فروختند و بانک ها در واقع به گونه این اوراق رو گرفتند، بعد قرار شد بفروشن اوراق بدهی، اوراق مشارکت و غیر ذلک که به دستای خودشون فروختند، از طریق افزایش نقدینگی که فقر عمومی که یک مالیاتی به گونه‌ای هست، یک نوع خودش مالیات پنهانی هست، وقتی شما نقدینگی رو اضافه میکنی یعنی به گونه این که ارزش پول رو میاری پایین، مثل اینی که از کل ملت ایران، مردم ایران، شما به گونه‌ای مالیات گرفتی، چون ارزش پول رو آوردی پایین. 1000 تومن تو جیب منو کردی 700 تومن، یا بیا مستقیم از من مالیات بگیر 300 تومن، یا اینکه افزایش نقدینگی بده که بتونی در واقع ارزش پول منو به نفع دولت کم بکنی، چون پول رو خب دولت و بانک مرکزی در دست دارند. یعنی عملا دولت کسری‌های خودش رو به حساب جیب مردم عملا خب تأمین میکرد. بنابراین از این 1000 میلیارد دلار، 1000 میلیارد دلار بخش بزرگی رو به نتیجه فقر مردم و کاهش سبد معیشت مردم و داغان کردن بخش در واقع قشرهای متوسط جامعه، اینها به اینکه تغییر ضریب جینی به نفع بخش کوچکی از میلیاردرهای کشور و فقر و تباهی و فلاکت بخش بزرگی از مردم پیش بردن. چطور پیش بردن؟ بخشی از همین دادگاه‌هایی بود که شما دیدید، این هم بخشی از اون کسانی بودن که خودشونا بودند، از اونا هم باید میگرفتند. بنابراین اما خود علی خامنه‌ای بیت رهبری مجبور شد که بخشی از اینجا رو از طریق همون ستاد اجرایی فرمان امام بده. وقتی که بهش فشار می آورد، بخشی از این پولهای خود ستاد اجرایی فرمان امام بلوکه شده بود. اینها تا همین چند پیش صحبتهایی که خودشون داشتن، حسن روحانی صحبت 36 تا 40 میلیارد دلار بود، امروز یک رقم بیش از 70 میلیارد دلار رو میگن بلوکه شده است. چطور این بلوکه رو، این کجا این پول بلوکه شده، فریز شده این پول؟ هنوز باز مراجعش رو نمیگن. ما میدونیم که ژاپن بود، کره جنوبی بود، 5 میلیاردش دست عراقی ها هست که اینا نمیتونن بگیرند. در چین بخش بزرگی، صحبت از 20 خورده میلیارد دلارش در چین هست. به هر حال قطعا در کشورهای اروپایی هست، دارند که جزئیاتش رو غیر از اون سوئیس و لوکسامبورگ و اینا جاهای دیگرش رو نگفتن، ولی به هر حال کنترل این زیر فشار آمریکایی هست. دولت امریکا هست که اجازه نداده که این رو در واقع آزاد کنن، از اون فریز و بلوکه شدن انجباد در بیارن. کوشش اینا اینه که به هر حال این 70، حالا حدود 70 میلیارد دلار رو، رقم دقیقش چیست واقعا باز روشن خواهد شد به زودی، اون رو بگیرن. خب اون رو چشم‌اندازی وجود نداره آقای بهبهانی. اینها در شرایطی نیستن که بحثایی که دارن میکنن میگن آخر شهریور دور برجام شروع میشه. به فرض اینکه دور برجام هم شروع بشه، با حسین امیر عبداللهیان تروریست سپاه قدسی، در واقع مشاور فرد نزدیک قاسم سلیمانی و
جنایتکاری که دستش توی تمام اعمال تروریستی اقتصاد زیرزمینی و فساد و پولشویی و اینها هست، با حسین امیر عبداللهیان اینا میخوان برن اونجا مشاوره بدن و مذاکره بکنن و چیز رو پیش ببرن. هنوز روی خود عباس عراقچی معلوم نیست او اونجا خواهد ماند یا نه، اون جزء تیم به هر حال ظریف بوده، هرچند با دستور علی خامنه‌ای اونجا بود، اما باز مشخص نیست که در این دور عباس عراقچی میاد یا یک ترکیب جدیدی رو اینا میارن. به نظر میاد حتی اگر عباس عراقچی هم این مذاکرات رو پیش ببره مثل دور شش دور قبل، باز هم کنارش کسان دیگه رو خواهند گذاشت که اون از همین امروز دولت مجلسی ها دارن حمله میکنن. کریمی قدوسی حمله کرده به همین رئیس جمهور قاتل، میگه آقا تو تعیین نمی کنی مذاکره رو، مذاکره رو رهبر تعیین میکنه. از همین الان دارن نطقشو میکشند که تو هیچ کاری در امر مذاکره با به هر حال با توی وین. خب به این ترتیب چه در مذاکره آینده در وین دور هفتمش و چه در مذاکره با کشورهای عربی، ما در دورانی هستیم آقای اتحاد ابراهیمی، ناتوی خلیج فارس، اسرائیل با طرح ناتوی خلیج فارس و مسائلی که از لحاظ همین مدت از میزان گزارشاتی که اینا تولید اورانیوم مدام تهدید کردن که صحبت از 7 هفته تا زمستان که قول دادن که زمستان اخبار جدیدی از ایران بیرون خواهد آمد، یعنی تولید بمب اتمی. کسی که داره این گونه تهدید میکنه، الان خب خود گروسی ما میدونیم که چی گفته و اینها این تهدیدها رو دارند و میخوان برن منطقه که قطعاً با اینها، کدوم منطقه؟ قطر خب یک ارتباطاتی داره، نقشی نداره. کدوم کشور منطقه؟ ریاض یا کشورهای دیگر هیچ شک حاضر نیستن. فراموش نکنیم که هر موقع که اینا به بمب اتمی نزدیک میشن، شدیدترین برخوردها رو حتی ترکیه با اینا میکنه، چون ترکیه به هیچ وجه به هر حال حاضر نیست. این ارتش بغل دست ما، این همسایه اردوغان، حاضر نیست که یک ایران اتمی رو تحمل بکنه. با همه تضادهایی که ترکیه با اسرائیل داره، اگر اینها نزدیک بشن به امر تولید بمب اتمی، یقیناً ترکیه با اسرائیل نزدیک خواهد شد، تردیدی در این نیست. در اون ناتوی خلیج فارس که اینها گفتند، اسرائیلی ها گفتند، دست همون ناتوی در واقع اصلی هم به میان میاد و ترکیه هم مقابل اینها خواهد ایستاد. بنابراین این مذاکرات و این حرفا و این وعده ویتا و در موقعی که اینا داشتن میگفتن ما با ریاض داریم مصاحبه میکنیم، همونجا مقامات وزارت خارجه، سیاست خارجه عربستان تکذیب میکردن، میگفتن هم چیزی نیست، هم چیزی وجود نداره. به هر حال اینا اون دوره که با بلوف میخواستن یه مقدار وضعیت آرام کنن، وضعیت داخلی رو، امروز هم ما میدونیم که یک چنین چیزی، همه اینها در آتش هست و پالرمو FATF یعنی این قول نهمی که اینها دادند، رئیسی داده در گپ تلویزیونی خودش که پاکت اقتصادی ایران رو درست بکنه که به این ترتیب بتونه پالرمو و FATF رو به گونه ای در واقع تسهیلاتی در اون وجود بیاد، یک چنین چیزی من به گمان من امکان پذیر نخواهد شد. به این پول های بلوکه شده با توجه به گزارشاتی که ما داریم که رابرت مالی تیم خودش رو از کسانی داره ترمیم میکنه که بتونه در واقع تحریم های چین رو در خرید نفتی ایران رو کنترل بکنه. فشار آقای بهبهان، نکته آخر عرضم رو تمام کنم، فشار تیم بایدن از طریق مالی و دیگران روی اینکه چین خریدهای به هر حال پشت پرده ای رو جلوشو بگیرن و نذارن که اینها عایدات نفتیشون بالا بره، در همین ترددهایی که در هفته های اخیر بود بسیار بسیار بالاتر رفته و کنترل هم داره بیشتر میشه که اینا نتونند در واقع این نفت رو اون گونه که برآورد کرده بودن که 2 میلیون بشکه بتونن بفروشن در بودجه 1400، به هیچ وجه به این موقعیت اینا نمیتونن برسن. فعلا ارزی در این قسمت نیست برو. و سپاسگزارم از شما.
آره، این داستانی که مرکز رسانه قوه قضاییه قاضی زرگر پرونده گروه رستمی صفا میگه این پرونده سال 82 آخرین فرجه تصحیح حساب بوده، اما تا کنون 10400 هنوز تصحیح حساب صورت نگرفته. این یعنی اینکه رفتن سراغ پولدارا و یخی پولدارا رو گرفتن. کجا میبره ما رو؟ این به کجا میرسه این داستان؟ ببینید اینا چندی پیش هم اومدن گفتن که توی گزارشاتی که داخلی داشتن گفته بودن که بیش از در یک دوره در بورس صحبت از 150 تا خصولتی ها رو میگفتن، در بانک ها که یک عده‌ای هستن از بانک ها وام های بزرگ گرفتن و ندادن، اسم یه سری افراد رو دادن مثل صد هاشمی ها و همین پرونده کهنه و پرونده کهنه شهرداری تهران و بعد حسن رعیت و دیگران و دیگران رو، یه سری پرونده ها از قبل دارن که ارز اصلا هر یک دلار 1000 تومان بود. اونها مثلا به فرض یک چیزی بودن میگفتن 3000 تومان، مثلا پولی که خاوری برده 3000 میلیارد دلار برده بود چیز، اون موقع ارز زیر به گمان من ارز همون 1000 خورده تومن بود که اون 3000 یک عالم دلار میشد. و این صادراتی که اینا داشتن و این پولاشون رو برنگردوندن یا اون اختلاسایی که صورت گرفته، این اختلاس ها این باند هایی هستن که با هم دیگر درگیرن. عرض کردم همین الان اینها ادعی اومدن میگن که آقا شما 90000 میلیارد تومان رو به چند تا خانواده بانک های ایران دادند و این رو این 90000 میلیارد تومان رو دادید که اینا برن اقتصاد خودکفایی مقاومتی رو که سدلی گفته رو اونها برند حل بکنن. یعنی قرار بود که صحبت از 610000 میلیارد تومان برای اقتصاد مقاومتی 1400 در مجموع قول دادند، 610000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی قول دادند. از این 610000 میلیارد تومان هیچی نشده، بانک ها حدود 90000 میلیارد تا 100000 میلیارد تومان رو آقای بهبهانی عزیز دادن به چند تا خانواده خودشون یا دست خودشون. یعنی نه تنها اون چیزای پرونده های کهنه رو که الان شما رستمی صفا و کی رو نتونستن، ادعی رو گرفتن میگن بردین توی زندونا. خب برادر جهانگیری رو مثلا بفرض میگن اون اتاقی که داشته و فلان اینا توی زندان میبین، چند نفر دیگه چند، یا همین خانواده لاریجانی ها طرف هم میدونید که از شورای نگهبان رفته کنار دیگه، خبر دارید همین روسا صادق لاریجانی رفته کنار. خب اینا رو نه تنها اون پرونده های قبلی رو نتونستند کامل حل بکنن، ولی نشتر میزنن اون چرخ رو، نشتر میزنن یه بخشی اون رو میکنند از اینا و بعد دوباره ول میکنن، ولی باز همزمان دارن کسان دیگری رو به اصطلاح فربه میکنن و اینها باز خودشونا هستند. این پول هایی که جابجا میشه، تمام این پول ها الان هم که امشب صحبت کردیم، علی خامنه ای حدود 1.5 ماه پیش گفت به اینا خط داد، گفت برید یارانه های پنهان رو به من گزارش دادند، اون مخبر رفته بود و دیگران رفته بودن گفته بودن خودشیرینی بکنند، گفته بودن که حسن روحانی 63 میلیارد دلار یارانه پنهان داره آقا و اینو باید بگیریم. خب یارانه پنهان مثل چیه؟ مثل پول آب و برق، مثل پول بنزینه، مثل یه سری اینها رو میگن یارانه پنهان. یارانه آشکار همین پولایی هست که میدن برای سبد معیشت، یارانه 45500 تومان که کل هزینه یارانه آشکار اینها 300000 میلیارد تومانه، ولی طبق گزارشی که اینها در اردیبهشت ماه دادند میگن یارانه پنهان 1400000 میلیارد تومان هست. یعنی در واقع 4.5 پول یارانه آشکار اینا دارن یارانه پنهان میدن که همین از بنزین و گازوئیل و پول آب و پول برقی که به هر حال از ملت نمیگیرند و یک سری از این چیزا سوبسیدهایی که در خفا میدند و اینها رو برآورد کردن. اگر بخواند بعد چیز دولت
خبرگزاری دولت گفته که اساس اینه که این یارانه مخفی رو، یارانه پنهان رو باید پس بگیریم، اما اگر بخواد اشتباهی صورت بگیره آشوب‌های سال 98 به وجود خواهد آمد. توجه بفرمایید آقای بهبانی، برای باز پس گرفتن در واقع این یارانه های پنهان که 63 میلیارد دلار برآورد میکنند، اگه بخوان دینه پس بگیرن هر یک از این تیکه ها رو اگه بخوان بزنند، کشور با همون آشوب های بزرگی که برای بنزین پیش اومده بود قطعا باز هم قیام های شهری به وجود خواهد اومد. الان دارن میشینن توته میریزند. خب میتونم بیان بگن که ما به خانواده های به 20 میلیون خانوارها به جای هر نفر 45 هزار تومن ما میخواییم 450 ده برابر یارانه آشکار بدیم. چند ماه یه ده ماهی مثلا به فرض یه سالی یارانه آشکار 45 هزار تومن رو میکنن، به فرض بیشتر 5 برابر 6 برابر میکنن. از اون ور اون یارانه پنهان رو شروع میکنن زدن، کاری که دور قبل با پول بنزین کرده بودن، بعد قول داده بودن اون پول رو بفروشن، اون پول به هر حال در بازارهای جهانی بفروشن که بعد بنزین ها رو به ونزوئلا و جاهای دیگه صادر کردن، ولی عملا از اون پول چیزی از عایدات اون به جیب ملت نرسید، چون ما میدونیم که یار دلار شده بود به هر حال 4 برابر 5 برابر 6 برابر و 45 هزار تومان، حتی 2 دلار هم نمیشد، 2 دلار هم نیست برای هر 2 دلار ماهانه یک نفر به فرض چه میشد، به چه چیزی میرسید. اینها اگه بخوان با این حذف یارانه های پنهان یک باره خرج برق و آب و تسهیلات شهری و اون چی که به هر حال یک سری چیزایی که دولت داره، هزینه اتوبوس و چی و چی و چی، یک باره اینها افزایش پیدا بکنند، باعث میشه که یک دوره کوتاهی میگن که این یارانه رو ما بردیم بالا، اون وقت باز هم این یک سقوط بیشتری داره، پول سقوط بزرگتری خواهد کرد و در اون صورت برآورد کردن کارشناسان اقتصادی در داخل کشور که پس از 18 ماه یعنی یک سال و نیم تورم قطعا سرغمی خواهد شد و این تورم سرغمی یعنی این که ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران. آقای بهبانی، یعنی از اینی که هست شرایط بدتر خواهد شد به زبان ساده، یعنی باید دو تا گونین پول ببری تا مثلا یه نون بتونی بخری. یعنی اصلا ما... تازه بعد تورم رو عوض میخوام، یعنی تورم رو هنوز مردم نمیدونن چیه واقعا، هنوز مردم نمیدونن. الان دارن گزارش میکنن اگر ماهانه تورم نقطه به نقطه، خود مسئولینشون دارن، خود مسعود میرکاظمی دیگران گفتن نه. اگر بخواد 3% گشت رشد پیدا بکنه فاجعه ایجاد خواهد شد. تورم نقطه به نقطه مثلا ماه امسال رو الان داره برآورد میکنه، فروردین ماه نرخ تورمش، نه تورم سالیانه 50 و خورده ای 57% و اینا، تورمی که از ماه به ماه داره 3%. اگه این بخواد 3% رو همچنان نگه داره در ماهای آینده که قطعا اینگونه خواهد شد، اینا نمیتونن تورم رو بیارن پایین، در اون صورت یک فاجعه خود به خود رو هست. ولی هر گونه بازی با این پول، با این نقدینگی، هر گونه برنامه‌ریزی های عجولانه برای اینکه پلن پر بکنن، مثل شوروی آخر دوران سقوطش که اینا پلن پر بکنن، گزارش بکنن که ما قهرمانیم، ما از حسن کلیدساز بیشتر داریم خدمت میکنیم، هر گونه تعجیل شتاب روی برنامه های اقتصادی، چون برآورد میکنن بسیاری از اقتصاددان ها که ایران احتیاج به 3 تا 3.5 هزار میلیارد دلار، 3 تا 3.5 هزار میلیارد دلار احتیاج به سرمایه گذاری داره تا در عرض 5 الی 6 سال به بحرانی که در این 3 سال ایجاد شده بتونه غلبه بکنه. ما اگر 3 هزار میلیارد دلار داشته باشیم میتونیم این اقتصاد رو برگردونیم به سال به فرض مثلا 3 سال پیش، به سال 96. دست اونقدر خالیه که هر گونه تصمیم عجولانه، هر گونه ماجراجویی، هر گونه به هر حال
دستکاری های مانیپولاسیون هایی که این تیم فاجعه که عرض کردم حماقت مدون اینها و خرابکاری های اینها، اگر اینا بخوان عجله بکنن و دست ببرن توی همین اقتصاد، مثلا به فرض میخوان یک بار اشتغال رو ببرن بالا، یک اشتغال نمایشی ایجاد میکنن و این اشتغال نمایشی هزاران میلیارد تومان رو حیف میل میکنن، بانک ها دوباره باعث میشن که نه تنها بانک مرکزی، بانک ها باعث میشن که نقدینگی بره بالا، چون نقدینگی رو هم بانک مرکزی میتونه ایجاد بکنه هم بانک هایی که زیان انباشت میکنند. وقتی که اینا تسهیلات بدن برای اقتصاد خودکفا و مقاومتی سدلی، در اون صورت اشتغال های ایجاد میکنن که این اشتغال ها به تولید منجر نخواهد شد و اینها به فاجعه منجر میشه و این فاجعه سبب میشه که نقدینگی به شکل مهلکی در یک سال آینده افزایش پیدا میکنه و ما با همون تورم ونزوئلایی روبرو خواهیم شد. آقای بهوان ممنونم ازم. حالا بذارید با توجه به وقت باقی مونده از شما بپرسم، ما هفته آینده فرمودی که در خدمت شما نخواهیم بود، درست فهمیدم؟ عرض کردم هفته دیگر رو تنها میذاری، انشاءالله که هر جا هستی بهت خوش بگذر. عرضم به حضورت که بریم ببینیم که این ماجرا و شرایطی که در افغانستان به وجود اومده و میبینی که این داستان مقاومت و پنجشیر و اینها یه جوری یه موضوعی بگم به دوستان، دیدم خیلی ها زدن که بی بی سی، آیت الله بی بی سی لو داد، آدرس این آدم رو لو داد و این آدم رو پاکستانی ها. نه عزیزم، این اتفاق نیست که کسی بتونه انجامش بده. یعنی من الان با آقای سلیمی دارم صحبت میکنم، اگر که ارتباط اینترنتی یه لحظه قطع بشه، دوربین آقای سلیمی خاموش بشه، از مدار خارج به هر دلیلی، مشخصات که آقای سلیمی اونجا داده، یا اسمشو گذاشته یا یه اسم دیگه گذاشته یا یه عکسی گذاشته یاش، فرض کنید که شماره تلفنشو گذاشته، هر کدوم از اینها رو قرار داده باشه، اون به سرعت میاد روی صفحه. من از اینجا نمیتونم این کار رو انجام بدم، نمیتونم دوربین آقای سلیمی رو قطع کنم، ولی اگر آقای سلیمی اون بر دوربینش رو قطع کنه، تصویر یه چیز دیگه ای رو نشون خواهد داد. بنابراین این که بی بی سی مشخصات این آقا رو رو داد و نه، اینا دنبالش نرید، اینا بیپایه است، بیمایه است، اصلا واقعیت نداره، برای اینکه تعمدی در این کار نمیشه انجام داد. اما خب ما شاهد هستیم که در زمانی که رئیس CIA اونجا هست، نمیدونم یه اتفاقی میفته. وقتی رئیس آیسای پاکستان اونجا هست، یه مدل دیگه اتفاق میفته. و الان ایران یه جوری سردرگمه، نمیدونه تکلیفش چیه. چی میبینی این آینده رو با توجه به شرایط اقتصادی و گرفتاری هایی که داره، این روابط با افغانستان، اصلا شرایط افغانستان و تحمیلش بر ایران رو چجوری شما تعریف میکنید؟ بفهم تا بشنه. من یک چیزی از به هر حال صحبتم افتاد، حذف شد، اینم سریع کوتاه اشاره بکنم. شخصی به نام میثم لطیفی رو که یک پست بسیار مهمیه، چون مدیریت دولتی یعنی همون رئیس سازمان امور اداری و استخدام کشوری که بخش بزرگی از ماموران دولت، کارکنان دولت رو زیر نظر او هست، شخصی به نام یک فرد جوانی که به هر حال جوان که چه ارز کنم، 57 دیگه الان جوانم نیست، به هر حال الان شاید 42-43 سال دیگه از عمرش گذشته، ولی فاقد یک نوع تجربه، ولی از اون سو یک فرد کاملا مسجدی رو با مدیریت بسیار بسیار خطرناک و حسفی این رو آوردن کردن رئیس سازمان استخدام امور اداری به استخدام کشوری. به هر حال این رو خب نوشته بودم که گزارش بدم، همین دیروز پریروز این فرد رو اعلام کردن و این نشون میده که اینها هیچگاه به این نمیرسند که واقعا ذره‌ای به شایسته سالاری ها
نزدیک بشن. آوردن این آدم با تصفیه ها باز هم بیشتر از کسانی رو برو خواهد شد که در واقع با اینها در یک چارچوب فکر نمی کنند. اما در مورد افغانستان می دونید، خب شنوندگان و بینندگان ارجمند، کابل و بعضی شهرها و حتی این تظاهرات ها به ایران هم کشیده شد. در بسیاری از شهرات ویدیوهایی رو که ما داریم می بینیم، اون هم بیشتر این زنان مبارز کشور افغانستان که واقعا زیر فشارند. واقعا زن در ایران خیلی ظلم دیده، ولی زن در افغانستان این میزان ظلمی که در اونجا با این رژیم جنایتکار طالبان و با این دنیایی که دنیای غرب که اینطوری در واقع 20 سال یک حداقل‌هایی رو به هر حال در این کشور ایجاد شد یا به گونه ای فضای ایجاد کردن که ایجاد بشه، بعد این ضربه هولناک، چقدر این ضربه هولناک، ویدیوهایی که آدم میبینه، صحبتهایی که آدم میشنوه، چه بر سر این زن جامعه افغانستان داره میاد. خب این رو تاریخ باید به هر حال بزرگترین محکومیتش به پای طالبان ها نخواهد موند، به پای طالبان نخواهد موند، به پای این دنیایی خواهد ماند که همون صحبتی که آقای مصطفی دانش میگه، همون قصاوت ها، همون بیرحمی ها، همون جنایت هایی که زمانی دکتر ابوالحسن بنی صدر وقتی که این حرفا رو میزد، یک دورانی بود که میگفت که آقا استقلالی که ما ازش دفاع میکنیم باید هر نکته درستی رو که هر کس میگه واقعا باید او رو در یک موقعی باید یادش کرد. آقای ابوالحسن بنی صدر بارها میگفت علی‌رغم نگاهش به این مذهب و به اون دین و به اون انقلاب اسلامی که جای انتقاد خود من هست، ولی واقعا یک نکته رو میگفت که بسیاری از هممیهنان مشروطه‌خواه سالها به او فحاشی کردند. او میگفت آقا دل نبندید، امر استقلال همچنان امر مهم نیست. در هیچ کشوری نمیشه از حقوق اون جامعه شما یک کشور دیگر بیاد به شما استقلال بده، به شما آزادی بده. اگر این ورش، من همیشه یادم هست در صحبتهایی که ایشون میکرد، میگفت آقا اگه بهشت بهت بدن این بر میگرده میشه جهنمت. این همون در اینجا شده. واقعا اون چه که در واقع آموزش ملیگرایی به نظر من بسیاری از هموطنان مشروط خواه واقعا در همین دوره اینو تجربه کردن که امر استقلال رو از دیگری نمیشه گدایی کرد. ضربه‌ای که حتی به شاه فقید هم خورد، واقعا کسانی که در کنارش بودن در آستین نظام پیشین بودن و ضربه زدن. این رو من فقط در حاشیه خواستم بگم. اون چه که به سر زن افغانستان اومد آقای بهبهانی، حاصلش به گونه ای به نظر من حاصلش همین غربی ها درش دست دارند که این کار رو کردن. درسته که ملت افغانستان ملتی هست که دورانی در دوران تاریخی به سر میبره که قوایل و به هر حال طایفه ها و اینها، یعنی اون دورانی که شاید به هر حال رضا شاه داشت ایران رو، پسران خانها رو می آورد، اینا رو تیمسار می کرد، سرهنگ می کرد، بعد ارتش رو از درون قبایل ایران می ساخت که هر کدوم از این قبایل، من یادم از گیلان ما بسیاری ها سناتورها و یا افسران بالا فرزندان طایفه ها بودن، یا در خیلی از جای قشهایی ها مثلا فرزندش یه فرزند دو فرزندش رو می گرفت. اون موقع از طایفه ها و قبیله ها و قوم ها دستگاه دیوان سالاری رو با درایت رضا شاه ساخته شد. افغانستان این کار رو داشت می کرد، ولی خب عملا ما می بینیم این ماست مایه نگرفته بود و عملا کشور دوباره برگشت به همون طایفه ها، ولی با یک دولتی که کاملا جنایتکار هست و با دستی که از پاکستان میاد. من اینجا یه چیزی رو براتون به هر حال میخوام واقعا بگم، شاید دوستان آقای فکر میکنم آقای مصطفی دانش اگه بشنوه یادش باید بیاد. من دورانی که در اوائل سال دهه 90 در بن آلمان اقتصاد رو به هر حال داشتم بازم پی میگرفتم رشتهم رو، یه کسی اونجا وزیر اقتصاد و دارایی دولت ظاهر شاه بود به نام پروفسور حیدر داور. آقای بهبهانی، پروفسور حیدر داور وقتی که اون نظام پیشین سقوط کرد، این فردی بود که چون دست تحصیلاتم در آلمان کرده بود اومده بود شده بود
در واقع یک پروفسور انتویکلونگس پولیتیک یعنی اقتصاد توسعه رو درس میداد در دانشگاه بون. بسیار مرد شریف و بسیار انسان از هر لحاظ واقعا پاکروانی بود. خب در حدود 10 سال پیشم به هر حال فوت کردن. او یه حرف جالبی اون موقع میزد، یعنی مثلا 28-30 سال پیش میگفت آقا شما ایرانی ها خوشبختید. میگفتم چرا؟ میگو آقا ما رو اگه شما رو آمریکا و انگلستان و اینها یه دورانی در شما نفوذ میکردن، ماها رو اونها مستعمره های اونها عربستان و پاکستان و این کشورهای منطقه‌ای که خودشون مستعمره های اونها بودند و هستند، اونها دارن برای ما آقایی میکنند. ببینید واقعا عمران خان فاسد، ارتش پاکستان، جنایتکارانی که شما میدونید که چگونه دست داشتن در همه ماجراها، یکی از کثیف‌ترین کشورهای رشوه‌خوار، اصلا ضریب ریسک‌های خیلی زیادی در همون کشور و واقعا فوق‌العاده است، فساد در درون دیوان ارتشش، دیوان سالاریش، چیش. خب این کشور بخواد سرنوشت افغانستان رو تعیین بکنه و طالب‌ها رو بیاره اونجا روی قدرت، با این همه این مقاومتی که ما داریم میبینیم به چه میزان این مقاومت احمد مسعود پیش بره، همین که این مقاومت وجود داره، مثل مقاومتی که شادروان دکتر بختیار یک روزی واقعا کرد در مقابل خمینی جنایتکار، به هر حال نشان داد که در درون ملیگرایی ایران، در درون انسانهای آزادی اون دوران، زمانی که حتی نزدیکان شاه بهش خیانت کرده بودن، از قرباقی و فردوس تا کی و کی و کی ریپورترها، یک فردی از نیروی ملیگرایی ایران اومده بود میخواست به شاه خدمت بکنه، به جامعه خدمت بکنه، به مشروطه میخواست خدمت بکنه، دقیقتر بگیم به مشروطیت میخواست، به ایران میخواست خدمت بکنه. خب این خدماتی که احمد مسعود داره میکنه و این مقاومتی که اونجا داره نشون داده میشه، و من فکر میکنم که جامعه جهانی، هر اون کسی که واقعا وجدانی داره، باید از این مقاومت اینها به هر گونه ای که میتونه دفاع بکنه، به هر گونه ای که امکان پذیر هست. من همینجا به دوستانی که من اعلامیه ای را دیدم که از دولت ایران میخواد که شما هم بیایید به اینا خدمت بکنید، آخه کشوری که جامعه ای که میخواد دولت خودش رو، رژیم خودش رو سرنگون بکنه، دوستان عزیز پیام من اگه میشنوید، شما میخواید اینو سرنگون بکنید، از این انتظار دارید که این بره به افغانستان به دولت، به ملت افغانستان علیه دولتش کمک بکنه؟ اینا خودشون طالبانند. یک لیستی این گونه رو بعضی از دوستان در فضای انسانهای شریفی هم هستن دادند که اینو امضا بکنید. آخه این معنا نداره، یعنی همون صحبت عقرب و جرار و مار و غاشیه است. ما چه انتظاری از رژیم جنایتکار داریم که بیاد مثلا به فرض از ملت افغانستان حمایت بکنه به گونه ای در مقابل این جنایتکاران؟ هیچ انتظار نمیشه داشت. این نکته رو هم خواستم در حاشیه و اول به عرض شنوندگان برسانم. قربان. بسیار ممنون از شما، نیکو و پسندیده بود. اما ما یه نتیجه بگیریم از این فرمایشات شما. اولا این ماجرای برجام رو بالاخره چجوری تعریفش میکنی؟ آیا اینا قادرن که بنابر خواسته های آمریکا حرکت کنن؟ چون این آقا مدعیه که من همه تحریما رو لغو خواهم کرد. به نظر چنین چیزی امکان داره که بتونه همچی کاری بکنه؟ آمریکایی‌ها حاضرن تن بدن به خواسته ها و چی به دست میارن در ازایی؟ این نمیگه ما چی به آمریکایی‌ها میدیم تا تمام تحریما رو لغو کنه، فقط میگه من تمام تحریما رو لغو میکنم. بفهمیدیم که شما چی فکر میکنید. ببینید آقای بهبان، منطقه ایران اتمی رو تحمل نخواهد کرد. ایران اتمی قسمت قبلی هم عرض کردم نه اسرائیل تحملش میکنه، نه حتی مصر در شرق آفریقا او رو تحمل میکنه، نه همین پاکستان، همین جنایتکارانی که در ارتش پاکستان دستشون آلوده است این ماجراها، همین پاکستان خودش تحمل نمی کنه. همین روسیه همه کار کرده، فردا اگر اسرائیل، اگر اتمی شدن اینها در دستور کامل بیاد، قبلا مگه نگفتن مگه نتنز و اینا بردن، اسرائیلی روسا بردن دستگاه هایی رو تعمیر بکنن، تو
توش بعد از اینکه برگشت مواد انفجاری بوده، نتنز میلیاردها ده ها میلیارد دلار به اینا ضربه زد. تخریب یا تخریب میکنن یا آسیب میزنن یا جنگ سایبری باش میکنن یا اینکه فشارهایی به این کشور خواهند آورد که اینه به تأخیر بندازد. این جریان ایران اتمی تحمل نخواهد شد. هیچ یک از طرفین که امروز هستند، چه در منطقه و چه در جهان، تحملش نخواهند کرد. نه اروپا این رو تحمل میکنه، نه آمریکا. به گمان من حتی اگر چین کره شمالی رو در کنار خودش برای تعادل قوا اونجا نگه داشت، پرونده کره شمالی رو به هیچ وجه به ایران اتمی امروز یا چشمنداز نمیشه. به گمان من اینا جلویشون رو خواهند گرفت و مقاومت علی خامنه ای در واقع در پیش بردن ایران اتمی قطعا با شکست روبرو خواهد شد. رسیدن به یک دو بمب اتمی و ده تا بمب اتمی چیزی نیست که منطقه بخواد تحمل بکنه. به هر حال این رو ما در تمام این مدت دیدیم. بنابراین اینا باید به گونه ای به یک نوع مذاکرات تم بدند. اما آیا علی خامنه ای، تیم علی خامنه ای واقعا به این تن خواهد داد؟ نه. بنابراین مسئله اینطوره که ما میبینیم اینا نه مذاکره میکنند، همون بحران پارادوکسی که اینا داشتن، نه مذاکره برای انجام یک نوع توافق برای صلح انجام میدن، نه میتونند در واقع عمل دیگری بکنند، یعنی پیش برن. این وسط اینها موندند و میدونند که چه خطری اینها را تهدید میکنه. اینها میدونند که اگر از یه طرف میگن ما به بمب اتمی نزدیک میشیم، ما این کارو میکنیم، ما اون کارو میکنیم، ولی همزمان واقعا درون اینا نگرانند که اگه جلوتر برند آیا از طریق اسرائیل و این نفوذی که اینا تا الان کردند کاری با خود علی خامنه ای، با بیت رهبری، با فرزندان اون صورت نمیگیره. فراموش نکنیم قاسم سلیمانی به یک نقطه رسیده بود، بارها میگفتن جلوی مارشی بود که چکنده میشد که ترورش بکنن، ولی نکرده بودند. آمریکایی ها بارها اون زیر اون مارشی علامت و علاوه داشتن، ولی ترور نکردند. اگر این قضیه پیش بره، تخریب های من نمیخوام بگم اونا قادر همه کارند، هر موقع تصمیم بگیرن یه کاری میکنن، ولی ما دیدیم، به تجربه دیدیم که اسرائیل و همین آمریکا و حتی همین روسیه در جاهایی که باید به اسرائیل کمک میکرد، در سوریه ما میدونیم S-300 خاموش میشد، دفاع نمیکرد، اونجا به نفع اسرائیل عمل میشد در سوریه. اگر قرار بود با هم دیگر بی ساختند. اینها نمیخوان ایران اتمی رو تحمل بکنن و این تهدیدها پیش رونده نیست. اما اینکه باز اینا بتونن به گونه این مذاکره رو پیش ببرن که بتونن خودشون رو در یک وضعیت بهتری قرار بدند، واقعا یک کمی از لحاظ عقل خودشون عاقلانه بتونن عقب بشینند، اینها خشکتر از اون هستند که بخواند به هر حال این کار رو انجام بدن. تیم علی خامنه ای، امیر عبداللهیان و همین مجموعه، اینا قادر نیستند، الاستیش نیستند. آقای بهوانی عزیز، اینا در فکر این نیستند که اینا میخوان با روی همون قلدربازی هاشون اونها بمارند و فکر میکنن تا الان اینطوری پیش بردن باز هم میتونن این به گونه ای این گونه پیش برن و با تهدیدها پیش برن. و این تهدیدها، این اون پارادوکسه، از یک طرف تهدید میکنن و همه چیز ایران رو به خواب مرگ فرو بردند. عرض کردم اقتصادی که هزاران، بیش از هزار میلیارد دلار آسیب دیده، کشوری که اینطور، وضعیت اقتصادی که هر روز داره بدتر میشه و شرایطی که در جامعه هست، بحران کرونا، بیکاری، همه اینها رو اینها ایجاد کردن. آیا درس گرفتند از این چند جنگ منطقه؟ نه. اینها ایدئولوژیشون، فکرشون، صدور انقلابشون، اینکه قدرتمند هستند، هنوز اینها در توهمند. هنوز فکر میکنن که واقعا با تهدید چه چیزی باید اینها رو به ملاج اینها ضربه بخوره، به اینها بفهمونه که شما نیستید اون. ببینید الان نسبت به اقتصاد ترکیه، یک چهارم اقتصاد ترکیه هم.
نصف اقتصاد امارات کوچک، هیچی ندارن. عراق 27 میلیارد دلار با توتال قرارداد بسته آقای بهبانی، و یک ضربه بزرگی. خیلی جالبه این قرارداد توتال، چی میتونی ازش کوتاه برام بگوین لطفا؟ اگه چیزی ببینید، میدانهای گاز عراق، عراقی که ورشکست شده بود، پایین رفته بود. خود عراق الان از لحاظ آخرین گزارش هایی که باز بانک جهانی داد، اینا یک ضریب ریسک دارند برای اقتصادها. ضریب ریسک اقتصادها نشان دهنده چند شاخص است که امروز دیگه نمیتونیم بهش برسیم. چند شاخص است که امر سرمایه گذاری توش هست و ضریب اطمینان سرمایه توش هست و و و که نشون میده که اقتصاد از چه سلامتی و یا از چه ریسکایی به دور خواهد ماند در طول مثلا یک دوره حالا مالی برنامه 4 ساله یا دوره بودجه های سنواتی. اون ضریب ریسک رو تعیین میکنن، مثل این جریان لیست مثلا FATF یا گزارش های دیگر، ریتینگ لیست هایی که بانک ها دارند. اونها این ضریب ریسک رو محاسبه میکنن، تعیین میکنن. ضریب ریسک ایران رو برآورد کردن 130، یعنی ایران از لحاظ ضریب ریسک، ما الان این گزارش رو امشب دیگه نتونستیم بگیم، 138 ضریب ریسک اقتصاده، در حالی که عراقی که این همه مدت جنگید، جنگ درش بوده، فاجعه درش بوده، ضریب ریسک عراق، اقتصاد عراق 90. این از این بابت اهمیت داره که یک کشوری که این همه در بحران و جنگ و غیر ذالک بود، 90 ضریب ریسک اقتصادیش است. مثلا ضریب ریسک عربستان در این اقتصادی که اینا میگن گاو شیری آمریکا بود، علی خامنه ای میگفت و اینا، ضریب ریسک عربستان 37، یعنی چیزی نیست. خب اینها در واقع یک چنین اقتصادی که پر از ریسک هست رو آوردند، و با این همه اینها میگفتن ما داریم به عراق کمک میکنیم. تا همین امروز هم میگفتن ما داریم کمک میکنیم. کمک اینها این بود که در یک سری از میدانها یا دورانی برق فروختن به عراق، چون عراق اقتصادش خیلی اینفراستراکتوراش از بین رفته بود، برق میفروختن توی میدانهای گازی. قبل سال 97 به استخراج نفت و بعضی از اون میدانهایی که در مشترک بود بین عراق، شادگان و آزادگان و اینا، رو من اسامی رو الان کامل در ذهن ندارم، در اون میادین کار مشترک میکردن با عراقی ها. به هر حال ما در حجم مبادلات ما با عراق در 2-3 سال قبل سال 97 بسیار بسیار بالا بود، که الان هنوز 5 میلیارد دلار ما رو به ما ندادن، بدهی دارن پیش ما. ولی هرچی که جلوتر رفتیم، میدانهای گاز و نفت و اینهای اروپا رو عراق گرفت. ببینید در مقابل دیدگان بخت زده همین رئیس جمهور، توتال اومده، توتالی که همواره در ایران قراردادهای بسیار خوبی با ما داشت، چون قراردادهای توتال یک استانداردهای غربی داشته، در حالی که قراردادهای ما با چین همیشه برای ما نکبت بار آورده بود. 10 سال پیش 8 سال پیش قرارداد رو انجام میدادن، تعهد رو قبول میکردن، توش میرفتن نمیتونستن انجام بدن، قرارداد رو هوا میرفت. خود زنگنه چند بار گزارش این رو داد، من در همینجا این عرایض رو گفتم. خب الان توتال اومده 27 میلیارد دلار با ایران، با عراق قرارداد بسته. این دیگه از اون قراردادهای رو هوای چین نیست، 400 خورده میلیارد و اون دروغایی که اینا میگفتن، نه واقعیه. و الان ایران باید ببینه، خب ایران رو عملا عراق به ایران میگه مرحبت زیاد، برید توی کارتون. بسیاری از قراردادهای با ایران رو پس خواهد گرفت یا دیاکتیویرین میکنه برام. و این باز هم ضربه دیگری هست با یکی از همسایگانش، چون ما میدونیم در این میدانهای همسایگی اقتصاد در یک حجم معادلات با عربستان و با افغانستان و عراق و ترکیه و حتی همین امارات هنوز نقش مهمی دارن. این اقتصاد، این حجم معادلات برای ایران خیلی خیلی مهمه. الان همین ماجرا رو ما در افغانستان خواهیم داشت. هر چه نفوذ پاکستان در افغانستان بیشتر بشه، بیگمان ما بخش بزرگی از این مبادلات ما، مبادلات تجاری ما با افغانستانه.
نفوذ افغانستان ضربه بزرگی به ایران خواهد زد، به اقتصاد، به حجم معادلات اقتصادی ایران با افغانستان خواهد زد، که در یک جای دیگری به پیامدهای اقتصادی نفوذ طالبان در افغانستان حتما در یکی از این جلسات خواهیم رسید. جناب آقای مهربانی عزیز، بسیار آقا ممنون و متشکر از شما، سپاس و صد سپاس از همه مهرت و از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه برای خودت. عزیزان، من یه عرضی دارم. خیلی از جنابالی بگو عزیزم. بفهم. من میخواستم امشب خیلی فشرده امر یک بخش اشاره سیاسی کوتاهی بکنم. ببینید آقای بهوانی، جنبش دادخواهی ایران، همین جنبشی که در واقع ما میدونیم کشته شدگان، خانواده هاشون، مادرانی که یک دور کار کردن، مبارزاتی که صورت گرفت و امروز محاکمه یک کسی که این جنایت ها را کرد، این جنبش دادخواهی یک جنبشیه، جنبش فراگیر هست. چرا فراگیره؟ ببینید، کارگر اعتصاب میکنه، یه کشته میده، یه زندانی میده. افکاری یه پهلوان از جوانان، جنبش جوانان، یه کشته میده. عده ای از مادران میان، جریان هواپیما پیش میاد، عده از خانواده ها میان. اینها دسته دسته این جنبش دادخواهی که به خونخواهی نه بلکه به حقوق خودشون واقعا به داد نشستن از این بیداد. این جنبش دادخواهی از تمامی جنبش ها، دانشجویی، کارگری، کارمندان، بازنشستگان که به هر حال هزینه جانی دادن، تغذیه کرده، آبیاری شده. این جنبش جنبش مادر هست، یه جنبش موتوره در واقع، جنبش فراگیره و این رکن بزرگ. اگر به فرض جنبش کارگری نقش دارن در دورانی برای اینکه قدرت اجتماعی وجود بیاد، مردم حقشون رو بگیرند، جنبش دادخواهی از جنبش کارگری آبیاری شد، از بازنشستگان شد، از مادران و دانشجویان و از همه جنبش ها آبیاری میشه و قویتر شده. خب این جنبش رکن اساسی جنبش آزادی خواهی و دموکراسی خواهیه، یعنی حقوق بشر، یعنی کرامت انسانی، و خودش از یک جنبش حقوق بشری هم فراتره، یعنی داد رو میخواد از بیدادگران. این از این نظر میخوام اشاره بکنم، باید در لابلای این جنبش گم نشیم ما. اگر جریان زم یک دوره پیش اومد، از یک دوره دیگر نباید توی روح الله زم بیشتر میرفتیم. ما در هر جنبشی باید بگونه ای وارد بشیم که هدف اصلی گم نشه. آقای بهبانی، من به نوبه خودم به عنوان یک فرد سیاسی که یک هدف دارم، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، یا از جنبش دادخواهی، یا جنبش کارگری، یا قیامهای شهری، جنبش دادخواهی در لابلای پرونده حمید نوری باید یک چیز رو پیش ببره، سرنگونی رژیم و محکومیت رؤسای بالاش، آمران و عاملان قتل اصلی. توی لابلای این جنبش نباید گم بشیم. من زنهار میدم و هشدار میدم، هر جا که در جنبش دادخواهی شرکت میکنیم یادمون نره این جنبش باید موتور اصلی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باشه، ولی خود به خود دارای ارزشی نیست. ما افشاگری ها به قدر کافی کردیم. در ایران این 80 میلیون نفر، 40 میلیونش، بیش از 45 میلیون نفرش رأی ندادن، رژیم فاسد رو شناختند. این جنبش یک جنبش حقوق بشری صرف نیست، این جنبش افشاگری فقط صرفا نمیخواد بکنه، این جنبش میخواد یک عامل جنایتکار رو محکوم بکنه، رئیسش رو محکوم بکنه و به گونه ای پیش بره که به ستون آزادی خواهی و دموکراسی خواهی رو آماده کنه. در لابلای این جنبش عزیزانی که دارن بیشترین زحمت رو میکشن، درود یک بار دیگر به ایرج مصداقی، به دوستان دیگر، سیامک نادری، به زنان و مردان مادر اسمت ها، به همه اون عزیزان، اسلامی، اشتری، همه اون دوستانی که دارن زحمت میکشن برای این یک بار دیگر. ولی این عرض رو خواستم به همه دوستان و یاران خودمان بکنم که در لابلای این مسائل گم نشیم. هدف چیز دیگری است، سرنگونی اینه و ایجاد سامانه هایی هست که باید ما رو پیش ببره به سمت سرنگونی این رژیم. جناب آقای بهبانی عزیز،
بله، بسیار ممنون و متشکر از شما. سپاس و صد سپاس. کاملا درسته و منم با شما همراهم و باز هم یه بار دیگه برای تعطیلات خوشی را آرزو میکنم تا دو هفته دیگه که بتونیم در خدمت شما نازنین باشیم. بازم سپاس و صد سپاس از همه مهر. متشکرم آقا. ممنون. بها دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش های مختلف سایت بهره برن. از اینکه دنبال میکنی از تو نازنین هم سپاسگزارم. برای همه شما خوبان آرزوی بهترین دارم. ممنون.